علیه بایم داور خوب از اولین بازی رو که شهر رامیان استان بله بله اولین قضاوت پخش زنده پرسپولیس استقلال شد. بازی است. هند است اینجا یا خیر؟ حالا من این توس حالا تو جلسه بعد بازی هم با هم صحبت کنیم. علی آقا اگر این تو به نظر شما به دست مدافع نمیخورد به کجا میخورد؟ به بدنش میخورد. به پشتش برخورد. به پشتش. اما اگه دید با من خب این نمیتونه هم بشه. یعنی بدنش رو باز نکرد. اگه به آرنجش میخورد شاید. بره. اما به دست بازیکن میخوره و در ادامه آقای دانشگرم و بگیم استاد دانشگر خیلی اعتراض میکنه داور باید دیگه یکی از مواردی بود که من به داور بازی گفتم بعد از بازی بهش گفتم با نوع مقابله با اعتراضات باید روش کار کنه اینو خطا نگرفت آی بای توپ رو که آبی میزنه با نوک پا توپ بر میداره اما بازی کنه در که به توپ نمیرسه زیر پای بازیکن میزنه اما خب ادامهش دارسازیه دیگه برخورد میکنه با خاطری برخورد این ساق پاشو میگیره در صورتی که توپ کف پاش ضربه کف پاش میگیره درست اینم دومی نبود ضربه ای که باز حالته ای که به دست خورده یا نخورده بازوش چسبیده باز اگر دستش نبود به بدنش میخورد به نظر من به بازوش میخورد درسته به بازو اگه دستش نبود به بدنش برخورد این نه یعنی نشون میده که فاکتور توی داخل بدن قرار گرفته اینجا شاید خیلی ها فکر کنند آبی با دست میزنه آره با دست آبی موقع چپش اول با دست چپش و راستش با دست چپش آه میزنه تو صورت بازیکن حالا در ادامه برخورد هم هست و خطه آبی رو بعد بگیرم اول باید خطه آبی گرفته بشه بسیار عالی کلاس نظارت بعد بازی داور هست اینجا دیگه داور میتونه استفاده کنه حالا ما اینا رو صحنه رو اکثرش رو صحبت کنیم صحنه البته نه رو این صحنه صحنه اصلی بازی رو با هم صحبت کردیم بسیار عالی این هم داخل جریمه تیم سفید نه من گفتم به بچه‌ها مجددی بازیکن یه لحظه نیست که تعادلش از دست بده خودش هم میاد ادامه بده به بازی و ما خطایی نمیدیم چون بازیکن هم پاشون رو زمینه دوتا مدافع حرکت اضافه انجام نمیدیم ادامه بازی به نظر من ادامه بازی بده این هم از اون صحنه هایی که میخوام بینیم پریدن روی حریف هست یا نه روی زمین بازیکن رو به هم میخورن داخل جریمه تیم استقلال این وقتی بازیکن تو رو توپ اول که نمیرسه به تو بازیکن آبی اما زمانی که سرنگون میشه نه این اگه برخورد بود به این شه بازیکن با پشت به زمین نمیخورد چرخش بدنش بازی داره به نظر من اینجا توپ به دیاباته برخورد میکنه تو شکمشه کاملا تو شکمشه همه دستای سفیدا بالاست تو شکمش برخورد میکنه چیزی که ما میبینیم از زاویه دوربین به شکمش برخورد میکنه بسیار اینجا اصلا زهیری آفساید میگیره بله اون زاویه اول خوب نشون میده بچه تمرکز و چه علامت خوبی این چجوری تمرکز میکنه با اون حالت قابل توجه کنه با اینکه یه متر یکی دو متر هم عقبتر از مدافع اما خوب تصمیم میگیره ولی تصمیمش درست جا میمونه یه لحظه البته جا موندنش به خاطر اون مدافع جلویی که میره برای زدن توپ بس بود آقای ترکی آقا این گلی که شاید میزنه آفساید یا خیر باز هم سمت حسن زهیری کمک کرد خوب شوش چه شوش سنه بخشش داریم بله در اینجا من فکر می‌کنم حداقل مساوی اگه عقب‌تر نباشه با کدوم با بازیکن که وسطه با وسطه بله آخ. خیلی خوب تمرکز خیلی خوب و با شامت خیلی خوب بازی میده اینجا به خاطر ما نیم روش اضافه کردیم نه بعدش تبریک گفت چون من بعد از بازی بهش گفتم من یه لحظه منم شک کردم به آفساید اما گل درست اینم کار من اینم داخل جریمه استقلال بازیکن روش خطا میشه خودش بکنه بعد از اینکه یه دریبل دو طرفه میخواد بده اینجا پاش سر میخوره رو چمن کاملا مشخصه برخوردن اینجا سر میخوره میخواد تغییر مسیر بده به توپش برسه چمن استادیوم آزادی هم متأسفانه این مشکلات رو داره دیگه حالا نوع چمن به شکلیه که سر خوردن تبریک به استان گلستان بهرام نقلی ما سه تا داور گلستانی گلستانی داشتیم امروز تو این بازی که هر سه شون هم خیلی خوب عمل کردن حتی داور چهارم میلاد قاسمی من خوشم اومد چون یکی دو تا اعتراض داشتیم با اولین اعتراض نیمکت مقابله کرد نیمکت در ادامه مرافعاتار مسئولانه شو داشت یه اختیار دادن و از بچه‌ها میخوام این قانون رو یعنی فیفا این قانون رو گذاشت برای که کنترل کنه بله. اکثر مشکلاتی که تو داخل زمین به وجود میاد از روی نیمکت‌ها جناب حسین شاه رو اعتراض نمی‌دید بله. میکشه به داخل زمین الانم که فکر می‌کنم تو کشور ما 4 اختیاره شده من نمی‌دونم جدیدا میگن 4 اختیار یک بازی پلی‌آف
بگی برای محسود شجاعی عزیز یادش بشه. محسود شجاعی رو بله. داور چهارم بودیم من در تبریز بودم. بله. آقای محسود شجاعی روی نیمکت یعنی روی نیمکت زخمی اعتراض کردیم و خیلی مؤدبانه تو رختکن با من تبریز پلی‌آف تبریز پلی‌آف چهار تا تیم تبریز بود. من داور چهارم بودم بازی. بله ایشون زمانی که از زمین اومد بیرون حالا با لفظش یک اعتراضی کرد که من از آقای خوشتبی خواستم اونجا اخراجش کردن از زمینو. بله برای همش داور بزرگیش چی بازیکن بزرگیش اومد تو رختکن عذرخواهی کرد.